و همه دوستان عزیز در سراسر ایران و همه شهرهای افغانستان اکثر ما اگه با خودمون صادق باشیم با عارف قزوینی هم میشیم که میگه مرا علاج زبان مشکل است میدانم که هرچه بر سر من آمد از زبان من است ولی آیا این بیالاجی ما مسیحیان رو منفعل میکنه که خب دیگه چاره ای نیست همین هست که هست و کارش هم نمیشه کرد چه بس هم که بارها سعی کردیم که زبان پرمدعا، قیبتگو، چرب زبان و یا پرحرف خودمون رو مهار کنیم و هر بار با شکست مواجه شدیم ولی آیا الان ایمان مسیحی ما میتونه اثری بر روی زمان ما بگذاره توی متنی که از رساله یعقوب خوندیم متوجه شدیم که با اینکه انسان هر گونه حیوان و پرنده و خزنده و جاندار دریایی رو آرام میکنه رام میکنه ببخشید و کرده اما هیچ انسانی قادر به رام کردن زبان نیست این رو تو آیه هفت خوندیم پس چی کار باید بکنیم؟ من فکر میکنم واژه کلیدی توی این آیه انسان هست یعنی اینکه انسان با تلاش خودش و بدون کمک روح قدس قادر به انجام این کار نیست روح پاک خدا که در بد و ایمان هر مسیحی در او شروع به کار میکنه با عمل نیرومند خودش ما رو بیدار میکنه که زبان خودمون رو برای جلال خداوندمون و شبیه شدن به مسیح به کار ببریم درستی یادم هست وقتی که توی نوجوانی به مسیح ایمان آوردم شاید مثل هر نوجوان دیگه دروغای ریز و درشت میگفتم غیبت میکردم گذافه گویی و چاخان میکردم ولی میتونم بگم در همون ابتدای ایمانم وقتی دهانم رو برای دروغ باز کردم هرچند احتمالا دروغ درشتی هم نبود رول قدوس که اون روزا به کار اون زیاد آشنا هم نبودم در وجودم یه ناآرومی ایجاد کرد که انگار به من گفت این زبان این دهان دیگه متعلق به تو نیست اینو هم باید تسلیم من کنی و زبان تو باید مسیح رو جلال بده البته که همه ما میتونیم به ندای روح القدس بی تفاوت باشیم و از او ناعتاعتی کنیم ولی بیدار بودن و متی بودن به صدای روح پاک خدا و همینطور قدرتی که او برای غلبه بر بیماری های زبان به ما میده بزرگترین برگ برنده ما برای پیروزی بر این موزل بزرگ است. ولی شاید بعضی اینطوری توجیه کنن که خب اینم کار روح القدس هست پس من منفعل بشینم و خود روح قدوس هر موقع که صلاح دونست دستی بر دهان من بگذاره و فورا منو از هر بیماری زبان شفا بده ولی همونطور که پختن یک خوراک لذیذ نیاز به سوخت و انرژی و مواد غذایی تازه و با کیفیت داره و هم از طرف دیگه نیاز به زحمت یک آشپز ماهر داره مهار زبان هم علاوه بر قدرت روح پاک خدا و ارزشای والای مسیحی نیاز به تسلیم و اطاعت و انضباط روحانی یک ایماندار مسیحی رو داره یعنی اینجا هم روح القدس سهمی داره و هم ما در کتاب مهار فکر شفای زبان من به برخی از این انضباط ها رسیدگی کردم و خودم و خواننده ها رو به یک چالش دعوت کردم که برای مهار زبان خودمون سی روز پی در پی روزه زبان بگیریم هر روز با متمرکز شدن به یک بیماری زبان و بررسی دیدگاه کتاب مقدس در مورد اون موزل و همینطور راههای عملی برای پیروزی از اون جلو بریم امیدوارم مطالعه این کتاب به شما توی این راستا کمک بکنه این کتاب رو میتونید به طور رایگان از اپ کلمه دریافت کنید و دعای من این هست که مطالعه اون و ورود به این چالش باعث برکت شما و اطرافیان شما بشه ولی در اینجا من میخوام یه تست کوتاه و ساده به شما ارائه بدم مثل یه فیلتر که هرچی از دهان ما بیرون میاد از این فیلتر کلام خدا صافی بشه مطمئنم که گذشتن سخنان ما از این فیلتر نه تنها میتونه زبان ما رو زیباتر، مهربونتر، راستگوتر، معدبتر، با حکمتتر و مؤثرتر بکنه بلکه باعث میشه رابطه های ما هم زیباتر و قنیتر بشن این فیلتر رو ما در کتاب افسوسیان در رساله به افسوسیان باب چار آیه 29 میخونیم و از شما خواهش میکنم که حتما این آیه رو از حفظ کنید این آیه چنین میگه دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود بلکه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده شنوندگان را فیض رساند پس این فیلتر چیه میتونیم بگیم این فیلتر سه تا صافی داره سه تا لایه داره لایه اول آیا این حرف من باعث بنای کسی میشه آیا به جای بنا کسی رو خرد میکنه یا رو تحقیر میکنه آیا این حرف من راستی رو بنا میکنه یا کسی رو از راستی منحرف میکنه این لایه اول هست لایه دوم این فیلتر آیا این حرف من نیاز کسی رو برآورده میکنه این ممکنه نیاز به تشویق باشه نیاز به دوستی باشه نیاز به آرامش باشه نیاز به فهم حقیقت با محبت و شفافیت باشه حتی نیاز به خنده و شوخ طبعی باشه و لایه سوم این فیلتر آیا این سخن من فیض بخش است یا محکوم کننده است یا انتقاد گیرنده یا خشن پس سه تا فیلتر آیا باعث بنا هست؟ آیا نیازی رو برآورده میکنه؟ آیا فیز بخش هست؟ هر سخنی که از صافی این سه فیلتر رد بشه مطمئن باشید که باعث برکت خواهد بود ولی میخوام توجه کنید که شروع این آیه میگه گفتارتان به تمامی باید از این سه تا فیلتر رد بشه نه گاهی نه وقتی میلمون کشید نه وقتی حال حوصله رو داریم این سه تا فیلتر باید دائما و در هر شرایطی بر دهان ما و بر زبان ما باشه و خیلی جالب هست ای که بلا فاصله بعد از معرفی این سه فیلتر هست توجه کنید چی میگه میگه روح قدوس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شده اید غمگین مسازید غمگین شدن روح القدس به زبان ما چه ارتباطی داره با دهان ما چه ارتباطی داره یادتون هست اول این صحبت در مورد سهم بینظیر روح القدس در بیداری نسبت به بیماری های زبان گفتم اینکه چطور او به ما هشدار میده که زبانمون رو برای جلال خدا و شبیه تر شدن بیشتر با به مسیح به کار ببریم شاید قبل از اینکه مسیح رو در قلب خودمون بپذیریم دروغ رو توجیه می کردیم تاروف یا چابلوسی رو اصلا بیماری زبان نمیدونستیم، دونستیم قیبت رو با جملاتی مثل این که من به خودشم هم گفتم یا غیبتش نباشه ولی اینجور چیزا مجاز میدونستیم. ولی بعد از ورود روح القدس موضوع تغییر کرده و روح پاک خدا در من و شما یه ناآرومی به وجود میاره که نمیتونی این جور چیزا رو آسون توجیه کنی حالا اینجا به عنوان یک انسان آزاد میتونی اطاعت کنی و با توبه و اطاعت زمانت رو بار دیگه تسلیم خدا کنی و یا میتونی به نحوی به روح القدس بی کنی و کار خودت رو بکنی انتخاب با تو هست ولی برای همینه که بعد از ارائه این سه فیلتر پولس رسول مسیح به ما میگه گزینه دوم رو انتخاب کن روح القدس رو محزون مکن او برای رشد روحانی تو و شبیه تر شدن تو به مسیح هست که داره به تو هشدار میده کاری نکن که حساسیت خودت رو به صدای بیدار کننده روح القدس با توجیه و تفسیرای خودت از دست بدی و در آخر دوست عزیز میخوام شما رو تشویق کنم که توی این مسیر رشد برای پیروزی بر بیماری های زبان یادمون باشه که همه چیز یک شبه به دست نمیاد توی این مسیر آهسته اما پیوسته باید پیش رفت با یه شکست خودتون رو نبازید جان نیوتون این جمله معروف رو داره که این یکی از مرام زندگی من هست اون میگه آنچه باید باشم هنوز نیستم اون چی میخوام باشم هنوز نیستم اما خدا رو شکر می کنم که اون چیزی هم که قبلا بودم دیگه نیستم اگه در پروسه شفای زبان بتونیم صادقانه خودمون رو ارزیابی کنیم که با این که اون چه زبان میخوام باشم زبانم میخوام باشه هنوز نیست اون چه هم که باید باشه هنوز نیست اما خدا رو شک میکنم که اون چیزی هم که قبلا بودم، یک سال پیش بودم، یک ماه پیش بودم، یه هفته پیش بودم یا دیروز بودم دیگه نیستم در این صورت معلومه که در مسیر این پیروزی قرار گرفتیم به راه این امید پیچ در پیچ مرا لطف تو میباید، دگر هیچ خداوند به من و شما کمک کنه که بر تمام بیماری های زبان پیروز بشیم. برکت خدا با شما باشه.